احمدشاه بابا شخصیت جهانی است. افتخاراتی را که کسب کرده مربوط به تمام جهان اسلام میشه. ای تانسته که دین اسلام یک بار دیگه در قاره هندوستان زنده بسازه. پس له 230 یا 250 کلونو څخه وروسته احمدشاه بابا وتوانېدی چې دغه درې برخې افغانستان شمال، غرب او شرق سره یو ځای کړي او بیرته د افغانستان یو مستقل افغانستان منځته راوړي. د سال 1505 وخت کې حکومت تیموریان رو به زوال میره. د 1504 در دولت صفوی ایجاد میشه. در 1525 دولت مغلی هند ایجاد میشه. در مجاورت ما دولت شیبانی ماورانهر ایجاد میشه. بر دو نیم قرن افغانستان دچار یک مضیقه بسیار طولانی میشه و یک مرکز رقابت بین سه امپراتوری میگرده و آهسته آهسته نام افغانستان به فراموشی سپرده میشه. یه احمدشاه کبیر است که دوباره افغانستان احیا میکنه و ما امروز خوشبختانه وارث از این سرزمین هستیم. احمدشاه بابا ټول ملتونه یو ملت فکر کاوه او دغه ملتونه بیگانه فکر نه کاوه. خرقه مبارکه که از داشته های نهایت مهم تاریخی در سرزمین ما محسوب میشه، یعنی یکی از آثار تاریخی بسیار مهم و اساسی است که مربوط به دوره اسلام میشه و ما امپایه از او دیگه اثر تاریخی و متبرک نداریم و یک افتخار بزرگ است و برکت است برای این سرزمین. کچیر موج زمان ولادت زمان حکومت غواړي چې د احمدشاه بابا افتخارات ژوندۍ پاتې شي. د احمدشاه بابا په نوم باید یو پوهنتون ونومول شي. د احمدشاه بابا په نوم باید یو نظامی پوهنتون هم تاسیس شي او باید په کال کې یو ځلی موږ ورکشاپونه ولرو، سیمینارونه ولرو، تر څو خپل د هغه رهبر چې دغه هیواد د افغانستان په نوم نومولی هغه پاشل شوي ملتونه را جوړ کړي د هغه د افتخاراتو څخه خبر شو.